این پروژه مسکونی نیست، بلکه یک پروژه نظامی تحقیقاتی سری، در واقع فوق سری هست. تماما از چوب کاج درست شده، همون نرد روسی که توی ایران خیلی مشهور هست. بزرگترین مجسمه برنزی بودا رو اونجا نگهداری میکنن. در حال حاضر بزرگترین سازه چوبی دنیا لقب گرفته. پیشرفته ترین ابزاری که در ساخت این بنا استفاده شد تبر بود. 2,600,000 نفر درگیر ساخت این معبد بودن. به جای میخ از پیچ‌هایی که از فایبر گلاس ساخته شده بود استفاده کردن. روی 111 تا 100 زدن رو رودخونه که بتونن اینو به بالادست رودخونه برسونن و استفاده کنن. از توسط یه نردبون که 365 تا پله داره، این 4 تا سکو برمیگه متصل میشه و میره تا نوک برج. تو این ویدیو سفر میکنیم به سرتاسر دنیا، به چهار گوشه دنیا و زیباترین و بزرگترین و عجیبترین سازهای چوبی دنیا رو با هم دیگه میبینیم و بررسی میکنیم. سلام، عرض ارادت، روزبه هستم از آیچوب و خیلی 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 خوشوقتم که با ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو میخوام چند سازه چوبی عجیب و غریب و زیبا و گنده دنیا رو با هم دیگه بررسی بکنیم از چهار گوشه دنیا. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. اگر کانال یوتیوب آیچوب رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. ویدیو جذاب و حرفه‌ای و زیبا در مورد ابزار نجاری و صنعت چوب رو تا دلتون بخواد تو این کانال داریم و خواهیم گذاشت. اولین سازه که میخوام بهتون معرفی کنم یه برج رادیویی تمام چوبی هست. برج رادیویی گیلویس لهستان. امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. گیلویس. Je m'appelle Claude. Je te plie bleu. حالا دوستان تلفظش هم میذارن که ببینید. همونطوری که توی تصویر میبینید این برج کاملا چوبیه. و در سال 1934 در شهر سیلسیای لهستان با عنوان فرستنده رادیویی اونجا درست شد. این برج 111 متر ارتفاع داره و تماما از چوب کاج درست شده، همون نرد روسی که توی ایران خیلی مشهور هست و در واقع از کاج اروپایی اشباه شده یا استابلایز شده تشکیل شده، یه چیزی شبیه تراورسی که همون میدونیم چیه. برای اتصال این چوب ها به هم از میخای برنجی استفاده شده که از زنگ زدگی میخا جلوگیری بشه. 4 تا سکو داره در ارتفاع 40 55 80 و 110 متری و توسط یه نردبون که 365 تا پله داره، این 4 تا سکو برمیگه متصل میشه و میره تا نوک برج. این برج بین محلی‌ها به ایفل سیلیزی معروف است. سیلیزی هم که اون شهری است که این برج توشه و امروزه به عنوان برج مخابراتی برای آنتن‌های موبایل ازش استفاده میشه. جالبه که هنوز هم دارن ازش استفاده میکنن. دومین سازه عجیبی که در این لیست قرار داره برج دریاچه است که بزرگترین ساختمان چوبی تجاری مسکونی دنیاست. همش از چوب ساخته شده. برج دریاچه در واقع رکورددار مرتفع‌ترین ساختمان مسکونی دنیاست که 85.4 متر از کف زمین ارتفاع داره. این برج در سال 2019 در 17 طبقه و با ارتفاع 85.4 متر در کنار بزرگترین دریاچه نروژ در شهر برموندال ساخته شده. این برج توسط یه استدیو طراح نروژی ساخته شده و سازهای چوبون توسط یه شرکت نروژی دیگه نصب شده، یعنی طراحش اون بوده و نصابش یکی دیگه بوده. نکته جالب این سازه استفاده روش گلولام هست که در آیچوب در مورد گلولام خیلی مفصل توضیح دادیم. گلولام یعنی چی؟ یعنی شما به جای استفاده از یه چوب سالید و یک پارچه، اون چوب میاد تیک تیکه میکنید و با این روش مهندسی شده ای کنار هم میچسبونید و میشه یه سازه متفاوت اما بسیار قوی تر تمام چوب که در برابر تنش ها حتی آفات و تنش های مختلفی که بهش میان، نیروهای مختلفی که بهش وارد میشه بسیار مقاوم هست و خیلی راحت هم میشه اونو خم کرد و مورد پرس قرار داد. تو آیچوب گلولام رو سرچ کنید حتما اطلاعاتش بیاد. اما برج دریاچه قرار نیست بزرگترین ساختمان تجاری مسکونی چوب دنیا باقی بمونه. بریم تو ژاپن چه خبره. ژاپنیای تلاشگر قراره یه پروژه اجرا کنن به اسم W350 که یه مجموعه آپارتمانی 70 طبقه است با ارتفاع 350 متر که در سال 2014 در واقع پیشنهادش داده شده و قراره تا سال 2041 این پروژه عظیم مسکونی تمام چوبی ژاپنی ساخته بشه. می‌رسیم به بنای بعدی که یک بنای قدیمی هست. بنای با نام معبد تودایچی ژاپن که خانه بزرگ بودا هست که بزرگترین مجسمه برنزی بودا رو اونجا نگهداری میکنن. این بنا در سال 743 پس از میلاد، یعنی تقریبا 1280 سال پیش
در ژاپن، در استان نارای ژاپن ساخته شده. این معبد بزرگترین مجسمه بودایی جهان رو در خودش جا داده که برنزی هست و با وجود بازگشایی در سال 743 پس از میلاد، تالار بزرگ چوبی اون در سال 1709 میلادی و در یکی از چندین بازسازی‌هایی که داشتن و تخریب ناشی از زلزله و آتش‌سوزی‌هایی که بوده ساخته شده. در واقع سالها طول کشیده تا به این عظمتی که تو عکس می‌بینید برسه و به این شکل در بیاد. این سازه اونقدر جاه طلبانه بود که در اون موقعی که در ژاپن ساختن، که ژاپن رو تبدیل به کشور فقیر کرد و برنز توی ژاپن، یعنی مواد اولیه ساخت برنز که اونو ذوب می‌کردن و مجسمه می‌ساختن، تو ژاپن کم اومد و حتی طلا هم از کشور دیگه وارد می‌کردن تا بتونن مجسمه رو بسازن. طول این بنا 57 متر، عرض اون 50 متر و به عنوان یک از بزرگترین بنای چوبی ساخته میشه. و نکته جالب، 2 میلیون 600 هزار نفر درگیر ساخت این معبد بودن و 350 هزار نفر هم مستقیما در کار ساخت این معبد بودن. چوبهایی که در این سازه استفاده شده از درخت سرو بوده، چون قامت بلندی داشتن و به عنوان ستون استفاده میشدن و چوبهایی که اون اطراف اون ساختمان بوده، یعنی نزدیک اون بنای ساختمان بوده، دیگه تموم شده و چوبهای سرو بلند قامت. چیکار کردن؟ اومدن از نقاط خیلی دورتر چوبهای سرو رو آوردن و چوبهای سرو چون برای ستون استفاده می‌شده، هم باید قدیمی بوده باشه، هم باید یکسره و بزرگ باشه. برای اینکه اینا هم نقلش کنن، اومدن مثلا در یکی از موارد 111 تا 100 زدن روی رودخونه که بتونن اینو به بالادست رودخونه برسونن و استفاده کنن و کلا سرو در اون مدت کم اومده بود. بعد ژاپنی‌ها گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، از یک تکنولوژی کره استفاده کردن که یه چیزی شبیه همون گلولامی هست که الان استفاده میکنن. یعنی به جای استفاده از یک چوب یک پارچه بلند، از چندین چوب کوچکتر استفاده میکنن. اینها رو به هم دیگه میبندن، چسب میزنن با اتصالات مختلف، اتصالات فلزی و چوبی، و میرسن به یه ستون بزرگتر. روشی که از نجاری کره اینو یاد گرفتن. و نکته دیگه که اینها از نجاری کره اون موقع یاد گرفتن، استفاده از میخ بوده. اینا اولش از در واقع اتصالات چوبی استفاده میکنن توی ژاپن، بعد به این نتیجه رسیدن که بله، اگه از میخ استفاده کنن سرعت اجرای بناشون بیشتر میشه و به همین ترتیب از نجاری کره هم اینا الهام گرفتن. تخمین زده میشه که فقط در قرن 8 در منطقه به نام کینای در ژاپن حدود 3 میلیون متر مکعب چوب برای ساخت معابد استفاده شده. تکنیک دیگه‌ای که باز هم ژاپنی‌ها الهام گرفتن از نجاری کره‌ای، استفاده از براکت‌های پله‌مانند هست برای اینکه بتونن سقف‌های گسترده رو، یعنی سقف‌های با دهانه بلندتر رو روی سازهای چوبی خودشون داشته باشن. سازه بعدی یادگار جنگ سرد هست. جنگ سردی که بین آمریکا و اتحادیه جماهیر شوروی اتفاق افتاده بود. این پروژه مسکونی نیست، بلکه یک پروژه نظامی تحقیقاتی سری، در واقع فوق سری هست. پروژه به نام پروژه اطلس. اطلس یه ساختمون نیست، اما یکی از بزرگترین سازهای چوبی هست که بشر تا حالا ساخته. اطلس یه پروژه سری نظامی در جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بوده و در این پروژه تأثیر امواج الکترومغناطیسی ناشی از انفجارهای هسته‌ای روی بمب‌افکن‌های غول‌پیکر آمریکایی رو می‌خواستن بسنجن. و با توجه به اینکه استفاده از میخ تو اون سازه باعث تداخل اون امواج الکترومغناطیسی می‌شد، سازه‌ای باید می‌ساختن که چوبی می‌بود و در اتصالاتش هم از میخ استفاده نمی‌کردن. برای اینکه نقطه ضعف رو برطرف کنن، یعنی عدم استفاده از میخ رو، اومدن به جای میخ از پیچ‌هایی که از فایبر گلاس ساخته شده بود استفاده کردن و چسب‌های خاصی هم استفاده کردن که این سازه رو در کنار هم نگه داره. حدود 65 میلیون دلار هزینه کردن بابت ساخت این سازه، اما این سازه خیلی ازش استفاده نکردن چون همزمان با ساخت این سازه تکنولوژی کامپیوتر و سوپر کامپیوترها هم تقریبا گسترش پیدا کرد و اون آزمایش رو تونستن شبیه سازی کنن در کامپیوترهاشون و این سازه هم عملا استفاده نشد به اون صورت. از اون طرف هم انتهای ساخت این سازه مواجه شد با سقوط اتحادیه جماهیر شوروی و خیلی هم نیازی نبود که این آزمایش ها رو به این وسعت داشته باشم. این سازه، یعنی اطلس، که سال 1991 ساختش به اتمام رسید، 60 تا طبقه داره و 304 متر ارتفاع داره از کف زمین. یکی از بزرگترین سازهای چوبی بلاستفاده دنیا. و اما سازه بعدی، یه سازه اتفاقا مدرن هست به اسم چتر متروپول اسپانیا.
که بزرگترین سازه چوبی با معماری عجیب غریب هست توی اسپانیا. این سازه چوبی زیبا در شهر سوبای اسپانیا ساخته شده و در حال حاضر بزرگترین سازه چوبی دنیا لقب گرفته. معماری این سازه شبیه به بیشه از درختان است و از 6 چتر قارچ مانند بزرگ به هم پیوسته ساخته شده. چتر متروپول که اسم انگلیسیش رو این بالا میبینید زایده فکر معمار آلمانی آقای یورگن مایر هرمن بوده که در ادامه توضیح میدم یه کار عجیبی هم کرده حالا میگم بهتون، که ظاهرا با الهام از اتاقهای کلیسای جامع این شهر که حدود 2 کیلومتر اونورتر هست و درختان و فیکوس نزدیک آن ساخته شده. این سازه با ابعاد 150 در 70 متر و ارتفاع 26 متر در آوریل 2011 که میشه اردیبهشت 1390 خودمون افتتاح شد. اما ظاهرا این سازه بزرگ و تضاد عجیبی که با معماری شهر داشت انتقادها و تحسین‌های فراوانی رو برانگیخت. در چتر متروپول از چوب درخت توس فنلاندی که از خانواده توسکا و سنوبر هست و خیلی هم نزدیک هست به چوب راش به دلیل استقامت بالا و مقاومت خوب در برابر عوامل محیطی استفاده شد. این سازه به سبک وافل درست شده و روی صفحات چوبی لامینت شده با طول و عرض 40 متر در 2 متر و توسط CNC ساخته شده. برای افزایش مقاومت بنا کل سازه توسط چسب‌های مخصوص و پیچ و مهره مهار شده. قبل از اجرای پروژه شرکت مجری این سازه به شهرداری که در واقع اسپانسر مالی این پروژه بود اطلاع داد که این سازه رو نمیتونه اجرا کنه چون بعضی از پیش‌فرض‌های محاسباتی که در نقشه اومده به صورت عملی قابل اجرا نیست. مثلا مقاومت چوب در اونجا آزمایش شده نبود و اعدادی که در نقشه بود یه اعداد با حدس و گمان بود. به همین دلیل گفت که من نمیتونم این پروژه اجرا کنم مگر اینکه اصلاحاتی رو اون صورت بگیره و اصلاحاتی که روی اون صورت گرفت هزینه اجرای پروژه تقریبا 2 برابر کرد. و حالا کار عجیبی که معمار این سازه انجام داد، معمار این سازه پس از اینکه مطمئن شد که این سازه داره تمام میشه و ساخته میشه رفت حق استفاده و نشر از اسم این سازه رو به اسم خودش ثبت کرد و از اون به بعد شهرداری اونجا هر وقت میخواست از اسم این سازه استفاده کنه باید یه هزینه میداد به معمار این پروژه و همین باعث شد که اون شهرداری پس از چندی که از این باج دادن خسته شد اسم این سازه رو عوض کنه و از الان که سرچ کنید اسم سازه به نامهای دیگری هم مشهور، اما همین نامی که خدمتون گفتیم معروف‌ترین نامی است که برای این سازه وجود داره. واقعا کار عجیبی. و سفر میکنیم به روسیه، کشور دروازه‌های آهنی، کشور سرما و کشور بسیار بزرگ که شایدم در واقع روسیه 15 تا کشور توی یک کشور. بنای است به اسم کیجی پوکست که بزرگترین سازه ایستاده جهان است که به لحاظ معماری واقعا زیباست، فوق‌العاده زیباست. این بنا هم یک کلیسا هست در واقع. کیجی پوکست، امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم، یکی از زیباترین بنای چوبی جهان است و در افسانه آمده که سازنده این بنا پس از اینکه تمام این بنا رو با تبر خودش ساخت اون تبر رو به دریاچه نزدیک این کلیسا انداخت و گفت که از این به بعد هیچ تبری ساخته نخواهد شد که بتونه این بنا رو به این زیبایی بسازه. البته افسانه است و چقدر با واقعیت سنخیت دارن نمیدونیم، اما اینجا کار واقعیت داره که تقریبا در سازه پایینی این بنا از هیچ میخ استفاده نشده و پیشرفته ترین ابزاری که در ساخت این بنا استفاده شد تبر بوده و از ابزار پیشرفته در اونجا خبری نبود. چوبی هم که استفاده شده در واقع چوب سنوبر مخصوص اونجا و چیزی شبیه به چوب نراد یا چوب روس بوده که در نزدیکی اونجا بوده و از اونجا برداشت میشده. این کلیسای زیبا در شمال شرقی روسیه و در شمال جزیره کیجی ساخته شده و از نام سازنده آن و تاریخ دقیق ساخت اطلاعات دقیق در دسترس نیست. اما محراب اصلی در سال 1714 نهایی شد و ساخته آن به اتمام رسید. این کلیسا چوبی تماما از چوبهای نراد روسی ساخته شده و در سال 1991 به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده. تو قسمت مرکزی این کلیسا از یک گردبینه یا کنده چوبی که از چوب کاج اسکاتلندی هست استفاده شده به عنوان ستون که قطرش 30 سانتی متر با طول 5 متر و چندین ستون از این
به این شکل در اونجا استفاده شده. و نکته جالب این که در ساخت بنای پایینی از میخ استفاده نشده و البته دلیل مذهبی داشتن، چون معتقد بودن میخ ابزاری بوده که استفاده کردن برای به صلیب کشیدن حضرت عیسی که اونها بهشون اعتقاد دارن. برای ساخت دیواره هم از گردبینای چوب نراد و سنوبر استفاده شده که فقط با اتصالات بال کبوتری که با تبر تراش خورده اونها به هم دیگه وصل شده. معماری این بنا بسیار جالب توجه و با توجه به چوبی بودن و طبیعت سردی که اونجا داره، دائما این بنا نیاز به بازسازی داره. دوستان خیلی خوشحالم که با این ویدیو در خدمتتون بودم. تمام توضیحاتی که من دادم خدمتتون در قالب مقاله در وبسایت آچوب هم هست به نشانی achub.ir یا .com، میتونید تشریف ببرید مقاله رو بخونید و خیلی خوشحال خواهیم شد که نظر شما رو در قالب کامنت در ذیل این ویدیو هم داشته باشیم. دوستانی که به بحث رنگ کردن چوب علاقه مند هستند، در ادامه شما معرفی دوره فوق العاده رو میبینید که در این دوره شما میتونید 0 تا 100 رنگکاری و نقاشی چوب MDF رو یاد بگیرید. حاصل تجربه 15 سالی ما هست در اجرای پروژه‌های مختلفی که در ایران داشتیم. به جرات میتونم بگم که بهترین ها هستید، بدون قلو ورز میکنم. خیالم راحت شد، پولی که دادم تروم نشد، یه سرمایه همیشگی شده برام. از روزی که من این مجموعه رو تهیه کردم بیش از یک سال میگذره، تا الان نشده که من به ارزش خرید این مجموعه شک کنم. پس از اینکه ما از دوره رنگکار ماهر استفاده کردیم، الان میتونم بهتون بگم که 100% کارهای پوشش و رنگ ما در داخل خود کارگاه با کیفیت بالا انجام میدیم که محصولات ما رو میتونید در پیج هنرزین ببینید. من تا حالا مثلا شاید 6 ماه پیش همه رنگ کارهامو میسپردم بیرون و اصلا خودم هیچ شناختی نداشتم. معلومه که قصد آموزش دادنه، من اینو کاملا درک میکنم. خیلی انگیزم زیاد شد که دورهای دیگر هم انشالله بتونم بخرم. به شدت راضیم، به شدت تو کارم اصلا یک چند تا پله آسانسوری رفتم بالا. واقعا دمتون گرم، خیلی باحالین، منتظریم دیگه. مرسی. یعنی من هر چقدر تشکر کنم بازم کمه. دوره بسیار جامع هست، انقدری که من به نصف راه که رسیدم یه جزء دفتر پر کردم. خیلی به نظر من مجموعتون با دقت و درایت خیلی خوبی کار شده بود. یعنی به نظرم یه فکر خوبی پشتش بوده. این هزینه‌ای که ما داریم بابت این آموزش پرداخت میکنیم، به ویژه اینکه پشتیبانی فوق‌العاده‌ای داره، بسیار ارزشمنده. واقعا تمام نکات ریز و درشت کار رو برای ما کارآموزان گفتین و ما هم بسیار استفاده میبریم از تجربیات و از دانش شما عزیزان.